حالا میایم به قضیه خوابیدن حضرت علی رضی الله عنه در جای رسول الله، در رخت خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله. خب دقت کنید، اولا روایت هایی که در این اومده، در این مورد اومده، ما ابتدا اینو بگیم که شیخ شعیب برنوت رحمت الله علیه در شرح، در تخریج مسند امام احمد این چینه میگن که میگه تمام روایت هایی که در مورد خوابیدن حضرت علی رضی الله عنه اومده، لیس فیها اسناد قائم، سند درستی نداره هیچ کدامشون. و قصه نوم علی رضی الله عنه فی فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم رویت فی کتب السیر و غیرها و لیس فیها اسناد قائم، مسند امام احمد جلد پنجم صفحه 185. سندی نداره که بشه بهش تکیه کرد، سند قائم اعتباری نداره. حالا با این حال، قبل اینکه ما وارد این خود چیزش بشیم، میبینیم که ابن کثیر رحمت الله علیه سند این روایتی که حضرت علی در رخت خواب رسول الله خوابیده حسن دونسته. بله. ابن حجر الاسقلانی هم رحمت الله علیه حسن دونسته. اما میبینیم که شیخ البانی میگه که درش چه کسانی هستن این سند، این روایت که صحیح بودن و حسن بودن رو ازش نفی میکنه. بله. ضعیف هست. بله. و یعنی به نسبت رواتی که در اون سندش هست، بله، اون سندی که به حساب متصل هست درش فردی هست رو خواهیم دید، صحبت خواهیم کرد. بله. که ضعیف هست. خود ابن حجر هم رحمت الله اونو ضعیف معرفی کرده. و بعد جالب هست که روایت های دیگه که اومده از حسن بصری رحمت الله علیه، به اضافه این که مرسل هست، چون حسن بصری که حضور نداشته جزوی اصحاب نیست، جزوی تابعین هست، افراد دیگری درش هستن که انسان های ضعیف هستن و متهم هستن. بله. یعنی ساخته شده. این بیانگر این است که این ساخته شده بالاخره، به خصوص اون کسانی که غلو میکردن در محبت حضرت علی رضی الله عنه، بالاخره یه چیزی برای حضرت علی در میان بسازن. حالا ابو بکر با کی بود؟ با رسول الله. خب منقبت بزرگی است، همسفر رسول الله در این سفر پرخطر، بعد براش جایزه تعیین بشود، هم برای او هم برای رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان دو چهره اساسی مطرح بشن. بله. خب در اینجا این روایت هم ساخته میشه. بله. نگاه کنید، حضرت علی هم شب در جای پیامبر خوابید. این چیزی که شما میگید واقعا در فیلم ها، هر چی فیلم های در این مورد درست شده، همین قضیه اومده. این قضیه اومده. آره. که خب چیزه. حالا بیایم. بله. پس ابتدا برای گفته شیخ شعیب ارنوت رحمت الله علیه، هیچ لیس فیها اسناد قائم. بله. اگه من بتونم اینو نشون بدم، فقط این قسمت رو. بله. که دیگه این دوستان گله نکنن نگن که نشون دادن. این در مسند امام احمد هست، چاپ الرساله، چاپخانه الرساله هست، که در اونجا میاره شیخ شعیب ارنوت رحمت الله علیه، با هم داشته باشیم. بله، اینجاست که میگه قطعه سوم، چیز هفت ششم که بعد میاد میگه و قصه نوم علی، این قصه، اصل قصه این است که میان پیش حضرت عبدالله ابن عباس، در اون روایت میاره، قبلا هم این صحبتی شد. بله. بعد ما 10 فضیلت رو در مورد حضرت علی برای آنها صحبت میکنه، یکیش اینو میاره. خب که در اینجا هم مورد بررسی قرار میگه. این مسئله ششم که خوابیدن علی رضی الله عنه در فراش رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتب سیرت و غیر از کتب سیرت نقل شده، لیس فیها اسناد قائم و لیس فیها اسناد قائم. بله. سند درستی نداره. کل اون چیزی که اومده میگه سند درست نداره. میگه طبقات ابن سعد که نگاه کنید، دلال النبوه للبیهقی. خب و حتی بحث دیگر هم که میاره، باره میگونم صحیح نیست. خب ممنون تا فرمون. خب بس الان در اینجا علت این که حالا چرا این صحیح نیست. بله. که علما اینو تضعیف کردن، در سند ضعیف هست و شیخ البانی رحمت الله علیه هم اونو ضعیف دونستن، علتش چیه؟ علتش میاره که درش عثمان الجزری هست. آها. یکی از روایات عثمان الجزری هست. عثمان الجزری. عثمان ابن عمرو ابن ساج الجزری هست. جزر. ابن ابی حاتم در مورد او از
پدرش میگه در جرح و تعدیل میاره که لا یحتج بهی، به او احتجاج نمیشه. عقیلی میگه که لا یتابع فی حدیثه، یعنی چیزی که نقل کنه دیگه کسی اینو دنبالش نمیگیره، چیزی نیست، ارزشی نداره. ابن حجر در تقریب، میگه که فیه ضعفون، ضعف درش وجود. بعد روایت هایی که اومده گفتیم که از حسن بصری هست رحمت الله علیه، به اضافه این که مرسل هست، خود مرسل هم دیگه ضعیف هست. بله، از چون انواع حدیث ضعیف. تابعی داره نقل میکنه از چیزی که در زمان رسول مثلا رخ داده، حضور نداشته. بله. بس این قطعی هست در اینجا. درست. در آن بشار الخفاف هست ابن موسی، که بار دیگه این هم حدیث، این فرد ضعیف هست. و روایت هایی که جالب هست، اصل کل این روایتی که الان امام احمد رحمت الله علیه نقل کرده، با اینکه میگن که بعضی از علما اینو تصحیح کردن، ولی خب مشکلات اساسی داره. مثلا از نظر ظاهری بعضی گفتن که سند صحیح هست، اما میبینیم که حتی شیخ البانی هم رحمت الله علیه وقتی که این روایت رو در فقه و سیره غزالی میاد مورد نقل و بررسی قرار میده، روایتاش رو نقل میکنه. بله. میگه که این حدیث درش عثمان الجزری هست، ضعیف هست. خب از طریق ابی بلج قبلا هم این شخصت داریم، در روایت هایی که داره معمولا در بحث یه چیزایی میاره که غلویست در مورد حضرت علی رضی الله عنه، که از طریق ابی بلج هست که از جمله مناکیرش هست، احادیث منکری است که نقل کرده. بله. که ذهبی هم در المیزان میاره. خب و هم میبینیم که حتی شیخ الاسلام ابن تیمیه این حدیث مورد نقل و بررسی قرار میده، این حدیثی که 10 تا چیز آورده بود که در مورد عبدالله ابن عباس با اونها بحث میکنه، که یکیش در مورد خوابیدن حضرت علی رضی الله عنه در رخت خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خب جالب هست در اینجا، خب از نظر مثلا میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعض از روایت ها میاد که یک به حساب عباش و لباسش رو داد، گفت که بخواب و نترس، چیزی به تو نمیرسه. خب در اینجا اگه دقت کنیم دیگه پیامبر میگه به تو چیزی نمیرسه، ترسی بر تو نیست، هیچ کاری نمی کنن، تو موجود زنده نیست، یعنی به تو عزتی نمیرسونن. بله. نترس، هیچی نیست، هیچی به تو نمیرسه. خب پس برای این اساس این همه داستان سرایی که میشه میخوان بزرگش کنن این قضیه، خب پیامبر بهش میگه به تو چیزی نمیرسه، نترس، نمیتونن به تو عزت آزاری برسونن، تموم شد. بعد در روایت های دیگه جالب هست، میاره میگه که هر شب میرفتند سنگ به پیامبر میزدن، پیامبر که در رخت خواب میرفتند برای اذیت آزار رسوندن به رسول الله. میگه اون شب که علی خوابیده بود، میگه علی خب دردش میومد، فریاد میزد، سر صدای خودش میوجود میآورد. بعد دیدن که اومدن داخل، دیدن این که محمد نیست، علیه. بله. گفتن تو این سخنی در این وقت میگه تو انسان لعیمی هستی، محمد سرصدا نمی کرد اینقدر ما سنگش میزدیم، اما تو داری داد فریاد میکنی. حالا نگاه کنید از نظر جسدی، آیا برای اگه چرا خاموش بود هیچ معلوم نمیشد، خب چطوری؟ بله. میگیم که بعدن کلن خاموشی بود، هیچی دستشون نبود، خب کجا میندازن، چی سنگی خب که تشخیص داده نشود که خب نظر جسدی رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله خب خیلی فرق میکردن دیگه. بله. خود نظر حتی حضرت علی بلند قد نبودن که، و قدشون به اندازه رسول الله صلی الله علیه و آله نبوده که ما بخوایم که بگیم این از نظر حتی عقلی ما میخوایم اینو داریم بررسی. مورد بررسی قرار میدیم. بله. خب اونجا هم میگن که خب نهایتاً دیگه دیدن که نه، کسی دیگه هست، رسول الله نیست.
این روایت هم به اضافه ضعفی که داره تناقض داره با روایت صحیحی که در صحیح بخاری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم کی رفتن از مکه بیرون، از خونش کی رفته بیرون؟ ظهر، اوج گرما. بله. که دیگه اهل مکه کسی نمیتونست بیرون بیاد. اونجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم چهرهشون میپوشونن میان خونه ابوبکر. بله. تو اوج گرما بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی میان اسما بود و عایشه، اسما دختر ابوبکر و عایشه. بعد ابوبکر گفتن که رسول حتما خبر مهمی هست که این وقت اومدی. گفت تو اینا برن بیرون. گفت اینا خانواده خودت هستن، امین هستن. گفت خدا امر به هجرت کرده. که ابوبکر از شدت خوشحالی گریه میکنه. امنواش میفهمن که من تعجب کردم، اولین بار این گونه ببینم که فردی از خوشحالی گریه کند. بله. که از دریچه خونه حضرت ابوبکر میرن بیرون. بله. اوج گرما، از دریچه خونه، از در خونه هم نمیرن بیرون، از دریچه خونش میرن بیرون و میرن به غار ثور.